ریاضیات پایه و اساس هوش مصنوعی رو تشکیل میده و بهتون کمک میکنه تا مفاهیم پیچیده این حوزه رو عمیق‌تر درک کنید. من زهرا امینی هستم و اینجا توی هوبات آکادمی اصولی ترین رودمپ های یادگیری هوش مصنوعی رو بهتون معرفی میکنم. درود و وقت بخیر، امیدوارم حالتون عالی باشه. به هوبات آکادمی خوش اومدین. میخوایم بریم سراغ رودمپ ریاضیات. همونطوری که میدونید ریاضیات یکی از پیشنیازهای مهم هوش مصنوعی هست. خب بریم ببینیم که توی ریاضیات نیاز هست چه چیزهایی رو یاد بگیریم. اولین چیزی که حالا دارید میبینید اون مبانی اولیه هست که خب توی مبانی معرفی ماتریس و وکتور رو داریم که حالا یه آشنایی اولیه‌ای با این مفاهیم داشته باشیم و ببینیم که اون کانسپت های اولیه‌ای که باید بدونید چیا هستن، مثل تعریف یه ماتریس و وکتور و موارد مشابهش، مثل اینکه حالا چجوری یه وکتور کالوم یعنی ستونی داشته باشید، یه وکتور سنتری داشته باشید و مثال این شکلی. انواع ماتریس ها رو میبینید، مثل ایدنتیتی ماتریس، دیاگنال ماتریس، سیمتریک ماتریس، زیرو وان ماتریس، که اینا مفاهیم اولیه ماتریس ها هست و مهم هم هستن که شما مثلا ماتریس قطری رو بلد باشید، یک ماتریس متقارن بدونید ویژگی هاش چی هستن و مثال این شکلی. بعد میرید سراغ فضای دو بعدی و حالا سه بعدی و در آینده حالا ابعاد مختلف رو هم میبینید. توی گام بعدی نیاز هست که شما طریقه نوتیشن ماتریس ها و وکتور ها رو بلد باشید و حالا یه مفهوم دیگه ای هم که خیلی مهمه نرم حالا وکتور هست که شما با اینها آشنا میشید و حالا در مورد نرم شما انواع نرم ها رو یاد میگیرید، مثل یکی از معروف ترین نرم هایی که داریم نرم اقلیدوسی هست که حالا قطعا شنیدنش دیگه، فاصله اقلیدوسی فاصله معروفی هست. خب بعد توی گام بعدی جبر خطی و حالا مفاهیم این رو داریم. من قبل از این برم اون حالا قبلی ها رو ببندم که شلوغ نشه رودمپمون. خب فضای وکتورها و حالا زیر مجموعه هاشون رو داریم. توی گام بعدی ترکیب های خطی و اسپن رو داریم. خب توی مورد بعدی وابستگی و استقلال خطی رو دارید میبینید، وابستگی خطی و استقلال رو دارید میبینید که حالا میخواید ببینید که معیارهای دیپندنس بودن ماتریس وکتورها چی هست. ماتریس نه البته وکتور. خب حالا خب توی گام بعدی لینیر دیپندنس و حالا ایندیپندنس رو میبینید که استقلال و وابستگی هست و حالا معیار دیپندنسی بین وکتورها رو یاد میگیرید. خب توی گام بعدی در مورد اون مفاهیم اولیه دایمنشن و ابعاد یه سری موارد رو یاد میگیرید. بعدش میریم سراغ نال اسپیس، کالوم اسپیس و رو اسپیس و اونجا یاد میگیرید که چجوری با سیستم های خطی کار کنید. توی مورد آخری که اینجا داریم میریم سراغ تئوری مهم و حالا آنالیز وکتورها و حالا اون موارد کلیدی رو یاد میگیرید اینجا. خب بعد از اون میریم سراغ اپریشن هایی که مربوط به ماتریس ها هست، مثل حالا از عملیات ساده ای مثل جمع و ضرب شروع میشه تا اینکه برید آیگن وکتور و آیگن ولیو، مقادیر ویژه و بردارهای ویژه رو به دست بیارید که این کمک میکنه حالا بعدن میبینید که تحلیل های بهتری توی مدل های یادگیری ماشین داشته باشید. بعد میریم سراغ قطری کردن ماتریس ها و خب اینها مفاهیم مهمی هستن که شما توی حالا گام اول توی اون مبانی باید یاد بگیرید. بعد میریم سراغ مفاهیم پیشرفته تر جبر خطی که خب
ما اونجا تمرکزمون بیشتر روی ماتریس ها هست. بریم ببینیم در مورد ماتریس ها چه چیزهایی رو داریم. خب SVD رو داریم یا تجزیه یک ماتریس، که حالا اون بیس اولیش همون آیگن ولیو و آیگن وکتور ها هستن. و خب برای کاهش ابعاد این مورد خیلی SVD کاربرد داره. خب اینجا دیگه میریم سراغ تجزیه های مختلف مثل QR decomposition، که همون حالا یه نوع تجزیه مثل SVD هست، فقط حالا روشش فرق میکنه. یاد میگیرید که چجوری یک ماتریس رو به ماتریس های دیگه ای تجزیه کنید. خب روش بعدی تجزیه ماتریس ها کولسکی هست که اون رو یاد میگیریم. یه دونه LU decomposition داریم که اون هم برای تجزیه ماتریس هاست، اون رو یاد میگیرید. و در کل خب میدونید که کاربرد این حالا تجزیه ماتریس ها تمرکزش بیشتر روی کاهش ابعاد هست و اونجا خیلی کاربرد زیادی داره. خب توی مرحله بعدی میریم سراغ حساب و دیفرانسیل. اول یه مروری داریم روی دیفرانسیل، مثلا قوانینش که حالا ببینیم قوانین مشتقگیری چجوری هست. یه مروری بر روی این موارد داریم و حالا کلا مثلا مشتقگیری زنجیره‌ای رو میبینید. بعد میریم سراغ مشتق جزئی و از اون استفاده میکنیم. بعد از اون میریم سراغ تکنیک های انتگرال گیری و اون حالا اصول اولیش رو یاد میگیرید. بعد میریم سراغ کاربرد این موارد داخل آمار و احتمال و اونجا میبینیم که مثلا برای توضیح احتمال پیوسته مثلا استفاده میشه یا امید ریاضی و واریانس. خب توی مورد بعدی میریم سراغ اون حالا روش های عددی نامریکال متود ها، که حالا انواع اقسام رو دارید میبینید، که حالا انتگرال عددی رو میبینید، مثلا دو روش رو یاد میگیرید، زوزنقه‌ای و سیمسون رو یاد میگیرید. یه مورد بعدی میریم سراغ مشتقات عددی که حالا اینجا از اون روش مبتنی بر تفاضل استفاده میکنیم. خب توی مورد بعدی میریم سراغ حل معادلات با استفاده از انتگرال گیری عددی، که حالا اویلر که یه حالا متد خیلی معروف هست رو اونجا میبینیم و حالا یه متد دیگه هم داریم رانگ کوتا. خب من اینها رو ببندم که باز رودمپمون شلوغ نشه و بریم سراغ موارد بعدی. خب توی مورد بعدی میریم سراغ آمار و احتمال، که حالا شما میدونید که خیلی مهم هستن توی علم داده یا همون دیتا ساینس. خب اول یه سری مفاهیم اولیه احتمال رو با هم دیگه میبینیم، اون مفهوم های اولیه قوانین حالا مثلا احتمال که 3 تا قانون مهم و اصلی داریم رو میبینید، فضای نمونه رو میبینید. بعد میریم سراغ توضیح های مهم احتمال که حالا احتمالا با بعضیشون آشنا هستید، باینومیال رو میبینید، برنولی رو میبینید، پاسون رو میبینید، مهمترین توضیح داده نرمال یا گوسی رو میبینید. خب توی گام بعدی اما میریم سراغ اون حالا بخش آمار. خب یه معرفی اولیه در مورد آمار خواهیم داشت و اون مفاهیم اولیه مثل رندوم و مسائل این شکلی رو با هم دیگه یاد میگیریم. بعد میریم سراغ اون حالا مواردی مثل گوسیان و وینر و در مورد کانسپت اینها صحبت میکنیم، که میدونید این برای مدل سازی تغییرات تصادفی هست. خب این از این. توی مرحله بعدی میریم سراغ اپتیمایزیشن یا بهینه سازی و حالا تکنیک های مختلف این رو میبینیم که خیلی مهم هستن. اول میریم سراغ مفاهیم اولیه، مثل این که ببینیم چجوری تشخیص بدیم یه منحنی کانوکس یا نان کانوکس و اینکه حالا چجوری باید بریم و اون اپتیمومش کنیم و برسیم به اون
نقطه‌ای که نیاز داریم. بعد میریم سراغ یکی از متدهای اپتیمایزیشن به اسم گرادیان دیسنت، که حالا شما اون مفاهیم اولیه گرادیان دیسنت رو یاد میگیرید، انواعش رو یاد میگیرید مثل استوکاستیک گرادیان دیسنت، و حالا با یه اپتیمایزر دیگه‌ای به اسم آدام آشنا میشید. بعد میرید سراغ لانگرانج و مسئله لانگرانج رو اونجا یاد میگیرید که چجوری میتونه توی اپتیمایزیشن کار کنه و مسائل رو حل کنه. بعد میرید سراغ دوتا ماتریس مهم که هسیان و جاکوبیان هستن و اونجا یاد میگیرید که چجوری مسائل درجه دوم اپتیمایزیشن رو حل کنید، و حالا سنسیتیویتی آنالیسیس رو اونجا یاد میگیرید. خب مورد بعدی که خیلی مهم هست فوریه هست، که حالا توی سیگنال ها کاربرد زیادی داره، همینطور داخل تصویر هم پرکاربرده. خب آنالیز فوریه رو داریم که این شامل تبدیل فوریه میشه. شما میتونید با تبدیل فوریه اون حالا مؤلفه های مهم یه دونه سیگنال رو بکشید بیرون. اون فیلترهای حوزه مکانی رو دارید که خب خیلی معروف هستن، گوسیان هست، مدیان هست و اج دیتکشن هست، که اینها سه تا فیلتر خیلی معروف هستن. بعد حالا نمونه برداری و بازسازی رو دارید که دو تا حالا تکنیک خیلی مهم رو اینجا یاد میگیرید. نیکوست هست و بعدی هم بهش میگن اعوجاج توی فارسی. خب حالا میریم سراغ یه تبدیلات پیشرفته توی فوریه، که حالا لاپلاسیان رو دارید، خیلی معروفه، حتما شنیدیدش. تبدیل موجک رو دارید، یا بهش میگم ویولیت ترانسفورمر، که حالا میاد و تایم فرکانسی رو براتون تحلیل میکنه. حالا کاربردهاش رو هم اینجا آورده، گفته مثلا یکی از کاربردهای مهم این فشرده سازی تصویر و سیگنال هست. خب مورد بعدی که میریم سراغش تئوری اطلاعات یا اینفورمیشن تئوری و مارکوف چین هست. خب احتمالاً اگه کار کرده باشید اینفورمیشن توی حالا اینفورمیشن تئوری ها انتروپی رو دیدید، که حالا یه معیاری هست برای خلوص اطلاعات. اینو احتمالاً حالا دیسیژن تری و اینها رو اگه بک‌گراندش رو رفته باشید در آورده باشید، انتروپی رو اونجا دیدید. بعد حالا میریم سراغ تئوری شنون، که اونجا چنل کپسیتی رو میبینید، و حالا مورد بعدی که میبینید اینه که تا چه مقدار میتونید یه حالا داده ای رو فشرده کنید که کیفیتش از دست نره. مارکوف چین رو میبینید که حالا اون ویژگی های مارکوف چین رو بررسی میکنید، ماتریس های انتقاله، و یه موردی هم که حالا خیلی مهمه رفتار مارکوف چین زمانی که به یک حالت پایدار میرسه چجوری هست. خب مواردیه که حالا اونجا بهش اشاره میکنیم. خب مورد بعدی یه سری موارد حالا پیشرفته تری هستن، مثل تبدیلات هندسی. اونجا تبدیل های مختلف هندسی رو میبینید، و حالا اینا رو حتما روی تصاویر دیدید، مثل روتیشن، اسکیلینگ، ترانزیشن و حالا موارد این شکلی. 3D مدلینگ رو میبینید که خیلی پرکاربرد هست، تبدیلات سه‌بعدی. بعد میریم سراغ مفهوم تنسور و حالا کاربرداش توی هوش مصنوعی. اول میریم سراغ این که مفاهیم اولیه تنسورها رو بررسی میکنیم و یاد میگیریم، و یه سری حالا اپریشن هایی که روی تنسورها انجام میشه، مثل ترکیب یا فشرده سازی تنسورها یا تجزیهشون به اجزای کوچیکتر، و حالا این موارد رو بررسی میکنیم.
مورد بعدی که با هم دیگه بررسی میکنیم ظاهرا اینجا یه اشتباهی رخ داده، من درستش میکنم اینجا. ایج و حالا کانتور بیس فیچر ها هستن که میاد اون لبه ها و حالا یه سری کانتور ها رو برای شما توی تصاویر در میاره که اینا هم توی حالا کامپیوتر ویژن اگه کار کرده باشید دیدید. ایج دیتکشن رو داریم که سروبل و کنی دوتا الگوریتم یا حالا بگیم فیلتر خیلی مهم هستن. پترن ریکوگنایزیشن رو داریم که با HOG یا هیستوگرام آف اورینتد گرادینتس روی ایمیج انجام میشه. خب توی مورد آخر الگوریتم های معروف گراف رو داریم که حالا ببینیم کدوم ها هستن. کوتاه ترین مسیرها رو برای شما پیدا میکنن، مثل دیجکسترا که حالا اگه کامپیوتری بوده باشید و ساختمان داده رو خونده باشید اینا رو دیدید. و مورد بعدی هم حالا روی درخت ها یه سری الگوریتم ها دارید مثل پرایم، اینها رو توی گراف ها با هم دیگه بررسی میکنید. خب این بود رودمپ ریاضیات کاربردی که پیش نیاز هوش مصنوعی هست. امیدوارم که همیشه خوش بدرخشید که درخشیدن سزاوار شماست. تا درودی دیگر، بدرود.